دوستان عزیز سلام، امیدوار هستم همه جور صحت باشین. امروز تاریخ 27 مای می سال 2024 و ما آمدیم در تالار فردوسی و انجمن آسیای میانه و افغانستان و امروز میفهمین چرا آمدیم، به خاطر که برای اولین بار مسابقات شطرنج گرفتن هموطنان ما. ببینیم که مسابقات چه رقم به نفع کی تمام میشه، با ما باشین. دوستان عزیز، قرار که میبینین هموطنان ما همه مصروف مسابقات شطرنج هستن و ببینیم که بالاخره به نفع کی تمام میشه و امروز کسی که برنامه گذار امی مسابقات هست، حالا میریم امرایشان صحبت میکنیم که معلومات های زیادتر بر شما بدن. بله، سلام آقای فروتن. سلام، خوب هستین؟ تشکر، چه دارین؟ خب بفرمایید، ما هم در پالیتان نشینم. دوستان عزیز، در پهنه ما آقای فروتن تشریف دارن که سازماندهی کردن امی مسابقات شطرنج و خودم همچنان درباره شطرنج هیچ نمیفهمم. امروز میخوایم که بر خودم معلومات پیدا کنم و حالا میخوایم که آقای فروتن برای شما معلومات بدن، خودم معرفی هم کنن. خب آقای فروتن، سلام برتان میگم. سلام برتان برسه. ما فروتن، ما کریم فروتن هستم. در افتتاحیه شطرنج در تالار انجمن افغانستان و آسیای میانه امروز تاریخ 27 می برگزار کردیم که دوستا همه حاضر هستن، آمدن اینجا امروز به مسابقات خود ادامه میتن و در این مسابقات همیشه روزهای هفته دو بار ما اینجا برگزار میکنیم که از ساعت 5 الی 8 عصر الی 8 شام با اینجا همیش مسابقات ادامه داره بین بازی کنان از این شطرنج. خب ببخشن، یک سوال داشتم، به خاطر که ما به هر میز میبینم دو نفر مقابل هم بازی میکنن، یعنی یا یک تیم هستن یا هر کس خودش بر خود مسابقه را پیش میبرن؟ نه خیر، امروز فقط یک بازی دوستانه است. همگی این بازی است که دو نفره بازی میشه و هر کس با یک نفر ششتن و با بازی شطرنج ادامه میتن که این کدام مسابقه بسیار چیز نیست، فقط صرف بخاطر افتتاحیه از این که بر آگاهی بر مردم شوه که هفته دو بار در اینجا دایر میشه شطرنج و میتونن که اینجا بیان راجستر کنن خدا یا ثبت نام که و ایره میخواییم وسط بتیمیم. خب دوستان عزیز، آقای فروتن برتان گفتن که بعد از این هفته دو روز میخواین که برنامه مسابقات شطرنج داشته باشن. اگر شما عزیزان علاقه داشته باشین که بیاین ثبت نام کنین با آقای فروتن که ما نمبر تماس در روی صفحه برتان میمانیم، تماس بگیرین و شما همچنان بیاین و لذت ببرین، اشتراک کنین. دیگر در اخیر از دوستان که علاقمند شطرنج هستن ما تقاضا میکنیم که بیاین یک بازی فکری است که مغز انکشاف میده و برای هر کار روزمره دیگه خود یک مقدار
همو فکر و اوش آدم بیدارتر میسازه و برشان بسیار خوب از بازی بر نوجوانان و بزرگ سالان همه به شکل رایگان اینجا چیز درس داده میشه و میتونن که بیان اینجا بازی کنن. بسیار عالی. کسانی که مثلا خودم اصلا نمیفهم که مسابقه چی رقم بازی شطرنج میباشه، یعنی شما خودتان برشون تدریس میکنین، یاد میتن بعد از اون؟ برای نوجوانان بله تدریس میشه، آموختانده میشه بازی، بعد از اون باز آیسته آیسته یا خودشان بازی را میاموزن و یاد میگیرن. سلامت باشین که تر یک مفکوری خوب گرفتین و هموطنا را یک بهانه میشه که دور هم جمع باشن. تشکر از شما، بسیار تشکر میکنیم که روز تشریف آوردید برای این کاس عزیز. در قدم اول تشریف آوری شما دوستان را به نخستین مرکز اجتماعی در کشور بریتانیای کبیر خیر مقدم می گویم. طوری که شما آگاهی دارید ما یک اجماع جدید استیم. متاسفانه بنابر جبر تاریخ ما در یک انزوای بسیار بزرگ سیاسی با جهان غرب قرار داشتیم و امروز افتخار میکنیم که بالاخره بعد از این مهاجرت ها فضایی را در کشور بریتانیا ایجاد کردیم که برای آینده نسل ها و آزادی مردم ما در داخل افغانستان، استقرار عدالت اجتماعی و همچنان توانمندسازی جوانان ما در کشورهای غربی بدون شک اثرگذار می خواهد بود. به این خاطر طوری که شما امروز میبینین، امروز مسابقات شطرنج جریان داره. انجمن افغانستان و آسیای مرکزی برای کاهش انزوا در بین تبعیدیان و مهاجرین برنامه های مختلف را اندازی میکنه که یکی از اونها این برنامه شطرنج است. در پهلوی از این کورس های انگلیسی است، کارهای افتخاری است، برگزاری کنفرانس ها، نشست های بین المللی و همین رقم ارائه مشوره های حقوقی در موارد مسکن، پناهندگی و تدویر فستیوال های تابستانی که خوشبختانه اینه یک 20 روز بعد ما شما باز هم یک فستیوال بسیار بزرگ تابستانی را در کرنفورد کمیونیتی کالج شاهد خواهید بودیم که به مناسبت تجلیل از هفته پناهندگان معمولا هر سال در ماه جون در کشور بریتانیا برگزار میشه. دیگه ما امیدوار هستیم که چگونگی استفاده از این فرصت هایی که برشان برای هموطنان ما فراهم شده، ما اینمی را آیستا به عنوان اجماع جدید یا جامعه جدید در کشور بریتانیا ای را جدی بگیریم، جدی پیگیری کنیم و از این فرصت ها برای آینده بهتر و خوبتر خود استفاده مؤثر نماییم. مرد اینجا مفته سوژه بزرگ چی؟ آه رختانه گرفته خواشن خیلی
بطرگ پاک هست بیاین که ایره پارتی میجه گم مشکل سهار خوبش خوی نیره یک کشت به تمینجه اگه ایره پارتیم اینجا چی میگین شما؟ ها؟ اینجا چی میگین شما؟ چی میگیم؟ ولی سه بفرمه چی میگیم؟ یکی گاب شد خراب شد دیگه ایره کلدوکتی میگیم چی میگیم؟ یکی از این از اون طرف ها آمد بریم دیگه موسیم بیرم خود از اون طرف ها دیگه چی میگیم؟ یک دانه رخ موالاگه هیچ کاری کرده بتانه As you can see, today we have a chess tournament for our beneficiaries, and the main aims of the project is to reduce isolation and disadvantage among the diaspora community. Our main aims is to promote integration, community cohesion, and also bringing communities together in order to make sure that we can build a better future for our people and improve their participation in a community life. در این تورنمنت در ختم مسابقه فیضی صاحب محترم مقام اول کسب کردن که ما همی کپ بسیار زیبا را برشان تهیه دیدیم که تقدیمشان میکنیم برنده دوم مسابقه تورنمنت محترم حمیدالله کشمند که اینی منعیس یک توفه ناچیز برشان و همچنان برنده سوم مسابقه از این تورنمنت محترم فرگیزان شد که ما برشان بیرد تایید دیدیم تبریک میگویم خب اولا برتان تبریک میگم که مقام اول شما گرفتین شما مقام دوم گرفتین و اینال اولین بار است که شما در مسابقات اشتراک کردین و مقام اول گرفتین یا گاهی در گذشته هم داشتین تشکر زنده باشین ما از بغلان هستم دوز به تیم ملی ولایت بغلان بودم و بعدن در مسابقات کابل شرکت کردم عضو تیم ملی افغانستان هم در شطرنج بودم و بعد از مدت 12 سال ما اولین بار است که شطرنج باز دوباره به دست گرفتم در مسابقات شرکت کردم و خوشبختانه یک مقام اول گرفتم مبارک باشه تشکر زنده باشین و از کسایی که دستاندونکارایی که در این عرصه کار کردن زیاد سپاسگزاری میکنم خصوص جناب فروتن صاحب دوستایی که اینجا اومدن از دیدن لذت بردم لطف کردین از حضور شما یک جان تشکر تشکر از آقای فروتن که امی این تورنمنت سازماندهی کرده بودن و بسیار به شکل درستش به حساب استاندارد بازی جریان داشت بین دوستا و یک تشکری خاص دارم از آقای نسیمی که امی زمینه را برای ما مساعد ساخته در سالون فردوسی ما با چیز بسیار آزاد بازی کردیم
و خوشبخت هستم از اینکه مقام دوم گرفتم. واقعا از بازی بسیار لذت بردیم. در حضور دوستانی که مقام اول گرفتن و مقام دوم گرفتن و دیگر دوستانی که شطرنج بازی کردن، واقعا بازی بسیار دشوار بود، بسیار مشکل بود. خیلی تجربه زیاد آموختیم. واسه اینکه مقام سوم را کسب کردیم دیگر افتخار میکنیم و تشکر. سلامت باش. از تلویزیون آسمان هم یک جهان سپاس. همیشه در برنامه ها با اینا شرکت میکنن، در برنامه های ایدی و در روزی و مراسم خوشی های مردم. یک جهان تشکر از مستر دوشمه. یک بار دیگه من هم از شما از تلویزیون آسمان ابراز امتنان دارم، به خاطر که شما زحمت کشیدین آمدین اینجا و جای خوشی و سعادت است. دوستان عزیز، این بود برنامه مسابقه شطرنج بر اولین بار از شهر لندن. انشاءالله که در آینده باز هم از این مسابقاتی که داشته باشیم در خدمت شما می باشیم. فراموش نکنین که تلویزیون ما را لایک و سابسکرایب کنین تا شما از قسم برنامه ها واقف شوین. شب روزتان خوش.